سولور انیبل که تابلوه دیگه، اگه فعال نباشه اصلا سایفل چیز پارچه ای در کار نیست، هیچی حساب نمیشه، این سولور در اصل کار میکنه. کلاد کولیژن هم که بازم اونم تابلوه، برای تو کش مونده. آره این صدای تو هم ضعف شد الان، مدرک گرفتم ازت. آها ببخشید درست، کلاد کولیژن یعنی پارچه با خودش برخورد نکنه، این همون سلف انولوپ بود. الان پارچه تو خودش نمیره، بذارید یه خورده الان اینجا دیده نمیشه، ولی پارچه یه خورده شلتر کنم، این اسکیل رو بگیرم 20 و اینا رو دلیت هیستوری کنم. سولور خب الان پارچه تو خودش میره اگه به هم برخورد بکنن، این مثل دامن. دمپینگش رو اینقدر زیاد کردیم مثل نا نداره بیاد این بر. دمپینگ رو من کمش کنم، دمپینگ کلاد بگیریم 1/10. فریکشن ایناش خوبه، فورس ایناش هم خوبه، ایر دمپینگ هم خواه تولید کش اصلا. این پارچه میره تو خودش، میبینید؟ الان پارچه تو خودش رفت. الان دیلیت کش، سولور انتخاب میکنم، میگم نره. به زور رفت، اینو بازم رفت، ولی سعی میکنه نره. دیتیلش خود خب اگه رفت، اگه دیدید رفت، این مشکل پیش اومد، یادتونه توی پارتیکل اور سامپلینگ داشتیم، اینجا فریم سامپلینگ داریم. خب نمیگید مثلا 5، بگید 10. این به جای اینکه هر فریم یه بار محاسبه کنه، هر فریم 10 بار محاسبه میکنه. این هم هست دیگه، ولی یه خود نه این قدم سنگین نیست، یه خورده کنتر میشه فقط. خب ده هم زیاده بذار بگیرم. دیگه محاسباتش سنگی شد. انگار به هم بر نیا کنید، فشار میدن هم دیگر رو، یکی میرفتن تو هم دیگه. حتی دیتیل پارچه هم کمه اینجا، الان به هم دیگه فشار دارن میدن یه جورایی، بعد دوباره برمیگردن بالا. این دقیقا همین چیزیه که من اینجا گفتم. این هم در مورد کلاد کولیژن. آوتپوت قضیه آوتپوت، آوتپوت استاتستیک، این فقط آمار رو میاره اینجا کجا توی چیز بهمون نشون میده، برای خودمونه، برای موقعی که میخواییم کار کنیم. نگاه کنید اینجا میگه سولور تایم فور فلان ات فریم فلان اینقدر محاسبه اینقدر، اینا رو بهمون دیتیل. برای کسایی که میخوان پروگرام میکنن خوبه، برای کسایی که میخوان ببینن چقدر تو هر فریم چقدر محاسبه انجام میشه، برای اونا هم خوبه. نگاه کنید قشنگ لیست زده.
مثلا شما الان 5 کردید، میفهمید که تو هر فریم 11 اومده چیکار کرده، چه مقدار محاسبه کرده برای اون فریمه و در نهایت خروجیش چی بوده. چیه این 16 زمانه چی؟ 16 میزان سمپلینگ خود پارچه است. 16 اینقدر محاسبه کرده، اینقدر محاسبه کرده، اینقدر محاسبه کرده، اینقدر محاسبه کرده. این عدداییه که برای محاسبه اینجا میزنه. اما اگه بخواید باز دیتیل بیشتری براش داشته باشید اینجاست. اینجا دیتیل های کامل دیگه میده. clear all کجا؟ edit delete history button خب الان اینجا پایین داره میزنه، رفتی به اینا نداره. نکنید الان دیتیلاشون هم میزنه، میگه سافریما کدوم فریمان؟ شما میدونید توی بین فریم 1 و فریم 2 میتونه تعداد زیادی فریم قرار بگیره. الان فریم 6 و 12، فریم 6 و 28 اوور سامپلینگ کردیم، 5 تا. الان میگه بین این 10 ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، این خودش میگه 10 تا فریم بین حال 11 تا 10 11 تا 12 تا فریم بین اینا محاسبه کرده. حالا برای هفته خود کمتره. میگه ساب فریم هم حساب میکنم، تو هر ساب فریم اینقدر محاسبه انجام شده. اینا زیاد به درد ما نمیخورن، برای کسایی میخورن دیگه کارشون زندگیشون پارچه است. یه چیزی هم شبیه ریکویل اسکیل داریم. ریکویل اسکیل هم یه جورایی شبیه دمپینگه، حتی اینا هم هست، اینا هم باید بگم. velocity cut off mean velocity cut off max. من مینشو میگیرم مثلا 1، maxشو میگیرم 10. برگردونم روی اسکیل رو بگیرم 5، فریم رو بگیرم 1. یه بار بدون اینها ببینید که متوجه تفاوت قضیه بشید. خیلی این تا اینجا بازی کن. خیلی دلیت کش همین میگیرم 1، یه میگیرم 20. چقدر نرمتر و چقدر یواشتر داره حرکت میکنه. تمام شد، اصلا پارچه تکون هم نخور. الان فریم 120. ولستیتی رو که معنیش رو میدونید دیگه چیه. ها؟ چی بود؟ ولستیتی یعنی ول میشه شهر. آره ولستیتیه، ولستیتی یعنی سرعت. نکنی چقدر نرمتر میاد پایین. بعضی از اینو واقعا باید فقط دید آدم احساس بکنه، توضیح زیادی براش وجود نداره. این بسیار سرعت رو نرم میکنه. دمپینگ هم همین بدبختی است، خیلی از این گزینه ها شبیه همه. دمپینگ هم خودتون میدونید یعنی چی. اینجا باز همون ماجراست، هنوز اون بالا مونده. بیا پایین. دمپینگ هم که هست متوجه شدید قضیهش چیه. ریکال اسکیل هم یه جورای شبیه دمپینگه. میگیریم 50.
سه یا پایین اونم یه جورای شبیه دمپینگه. کرید نب سپلن سکوئر اینجا کامت سات یه آبجکت پولیگون یا بالا یه اینجا ورتکس و این کانسترینت مش. خب الان ترانسفورم جواب داد. کرییت لوکیتور یا بالا به اینجا کانسترینت ترانسفورم. از اون دفعه پیش چرا انجام نمیداد؟ سیمولیت. خیلی خیلی یه از این فقط پلی خب بذارید بریم سراغ فیل کردن ها. بریم از همینجا خوبه. اینو سیو انشیال بکنم. سیو انشیال استیت همینجا بمونه. دلیت کش کنم. سیو انشیال دلیت کش. خیلی خوب. بگردیم اقل بیام به اینم کانسترینش چیز شبیه بادبون میخوام درست کنم. بادبان از فیلده استفاده کنیم. لوکیتور بیاد پایین نبیارم اینجا لوکیتور برسیم میخوام اونجا رم ترانسفورم کنم. اینم میارم اینجا نمیخوام در بره. ورتکس ها رو انتخاب میکنم اینا رو این ترانسفور این ترانسفور. خیلی خوب این دیگه تکون نمیخوره. دلیت کش. خب الان سر جای خودش. خب فرض کنیم توی داینامیک میایم توی فیلد ها مثلا یکی از اینا درگ وین فلام یا حتی ولوم اکسی. ولوم اکسی هم بدک نیست. خب اکی هم بدک خودی همون قسمت کلاس خودم مایه فیلد هم داشت نداره. همون دیگه همون فیلد میخوام استفاده کنم. اون فیلد یه دونه فیلده باید از این فیلد استفاده کنیم که اون جواب بده. یه دونه ولوم اکسی میسازیم مثل این. خب این برای بعضی فشار مشارا خوبه. خب بعد جهت میخوایم میایم اینجا میگیم که away from center نمیخوایم. around axis 1 around axis نمیخوایم. speed direction 1 direction 0 این زی یک این جهتی. توربولنس سه توربولنس دیتیل دو مثلا. دریکشنال سپید الاند اکسی الانگ. خب ببینیم این چجوری جواب میده فعلا. اتونیشن مگنیتیود 20. خیلی خوب استفاده کردن ازش راحت. ورتکساتون انتخاب میکنید و خود فیلد هم انتخاب میکنید. میایید توی پارچه کلوز میگید کانسترینت فیلد. این همش نقطه نقطه میذاره. خب دلیت کش. خب از قدرت باد انگار
نه هنوز قدرت باد خوب نیست. انتخابش کنم. اینو بگیرم 50 100 مکس دیستنس و اینا نمیخوام. اوه اوه یک بذاری فیلن توربولنس چی بردارم توربولنس نداشته باشیم ببینیم چی میشه. خب کمه میگیرم 800 همینجور خودش برای خودش توربولنس داره. این باد داره میزنه. مقدار اینو بچرخونم پایین. بادبان کشتی یه خوردم چیز کنیم کشم پایین تر بیم پارچه یه خورده بیم تو سولورش یه خورده بهش سولور اسکیل بدم. دلیت کش شد بکنش لاند اکسی اراند اکسی نه سپید پنج نه داره کار میکنه. ولی پارچه قشنگه برای بعضی کارهایی که توش فیلدم هست. حالا توربولنس ها هم بدیم که دیگه ببرها طوفانی شد. چرا رو بدم ده خوبه باشید.